خب حالا آقای آذر اسمشو چی میخواییم بذاریم؟ اوه حالا همچین میگه انگار همه چیزش آماده است، الان فقط گیر اسمشه. اونم آماده میشه ایشالله. یعنی میشه سایه؟ تا اینجاشو که تونستی، از اینجا به بعدش هم مطمئنم میتونی. صدای پاتو شنیدم شیطو. اه بازم که شنیدی. بوده بیا اینجا ببینم کلک من. ای شیطونه بلا. سلام صبح بخیر بابایی. صبح شما هم بخیر خوشگل خانم. خب ببینم حالا کی میخواد به بابایی بوس خوشمزه بده. ای جونم. خب حال شما چطوره خانم خانم ها؟ اصلا خوب نیست. چرا؟ خب چون ماما نمیذاره مدرسه. آها اون وقت واسه چی نمیخوای بری مدرسه شما؟ خب چون منم میخوام تو افتتاحیه باشم. اگه رویا خانم تشریف ببرن مدرسه زور که برگشتن هنوز افتتاحیه هست و... نه بابا لطفا خدا علاکی خودت رو لوس نکن جلو بابا باید بری مدرسه. خبی نداشت. شما تشریف ببر مدرسه تا آخر امشب افتتاحیه هست، نگران نباش. خیلی خوب باشه مینم، ولی علاکی بوس ندارم، علاکی هم تو بغلم نیومدم. اه؟ بله، اومدم که نقاشی ما ببینم. نقاشی؟ کدوم نقاشی؟ بابا نمیذاری مدرسه نرم، نه نقاشی ما آماده کردی. خب بابا جون هنوز کار داره، زور که بیای دیگه آماده آماده است. نمیخوام، اصلا نمیخوام. یعنی الان رویا خانم از باباش قهر کرده؟ آره؟ اصلا صبر کن ببینم، تو خودت نقاشی تو کشیدی؟ بله، من چند روزه که آماده است. خب نمیخوای نشونه بابا بدی؟
شبم قراره بریم همون جا که دوست داری پیتزا بخوریم ها. من قرار بود اولین نفر خودم نقاشی ما ببینم. حالا همه میان میبینمش، آخر آخرش من میبینمش. باشه، قول میدم اولین نفر خودت ببینیش. باشه؟ قول میدی؟ قوله، قوله، قول. پیتزا میریم بخوریم. معلومه که میریم. حالا بودو نقاشی تو بیار ببینم چیکار کردی. بودو ببین. حالا چون بابای خوبی بودی یا قول بدی اولین نفر خودم نقاشیم رو ببینمش. ای کلک، حالا بگو ببینم چی کشیدی. این بابای، یعنی این خودتون، این ماماره، اینم منه. خب اینم دریا، همگی داریم به دریا نگاه میکنیم. چه نقاشی خوشگلی، درست مثل خودت. میگم بهنام، یه خط تلفنم باید واسه پایین بگیریم، اینطوری مشترک نمیشه. باشه، تو هفته میری مخابرات خط سفارش میدیم. خیلی خب. سایه جانم، تو ناراحتی؟ من؟ از چی؟ از اینکه پایینه جدا کردی. حس میکنم ناراحتی. این چه حرفی داری میزنی بهنام؟ رویای تو رویای منم هست، هیچ فرقی هم واسه من نداره. مطمئن باش اگه چیز بیشتری هم داشتم میذاشتم. حالا به جای اینکه بخوای بشین الکی به اینجور چیزا فکر کنی، لطفا زودتر کارتو تموم کن، چون هنوز هزار تا کار داریم که انجام ندادیم. راست ساعت 10 هم باید گالری رو افتتاح کنیم. باشه، فقط یادم نرفته. بله میدونم یادم نرفته، فقط نمیدونم تو چرا اینطوری شدی، چرا اینقدر میترسی؟ من نمیترسم سایه. پس چیه بهنام؟ اگه نمیترسیدی خب بلند میشدی میمدی اونجا قشنگ خودت. سایه من نمیترسم، فقط نمیخوام کسی الکی واسم دل بسوزونه، همین. خیلی خوب باش رویا، زود باش بریم، دیر شد. باشه مامان، اومدم. من میرم رویا رو برسونم، زود برمیگردم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ بابا. رویا. بله. اولین نفر خودت نقاشی تو میبینی.
ببینم چرا نمیاد، داری چی کار میکنی؟ شلوغ شده بیرون؟ آره تقریبا. بهنام خوبی؟ آره آره خوبم، تو برو الان میام. باشه دیر نکنی. ها راستش من زیاد وارد نیستم. آها چون این سبک کاری که من اینجا میبینم حس میکنم به زیر شاخه از سبک انتظاری باشه. رنگش خیلی خوبه. ببخشید من سفر شما رو میخوندم. کافی شاپ افتاده به اونو. یه افتاده سلام چکش رو پاس کنه. هی داره دست دست کنه. شما دارم خودشون رو فکر میکنم کم کم دیگه برسن. اگه سوالی داشته باشین من در خدمتتون هستم. نه مرسی، خیلی متشکرم خانم. ببخشید الان میرسم خدمتتون. میگم بهنام نمیخوای روی اون تابلو رو برداری؟ نه اول میخوام رویا ببینتش. خیلی خوب باش. خانم بفرمایید سوالی داشتین من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. شما زحمت این کارا رو کشیدین؟ نه این کارا کارای آقای آذر هستن. من واقعا میخواستم خانم بهتون تبریک بگم. البته من نقاش نیستم، به چشم یک نقاشم نمیتونم به این کارا نگاه کنم، ولی من که واقعا لذت بردم. باعث خوشحالی ماست. موفق باشید ایشالله. عزیزم قیمت این تابلو هم به من میگی؟ این تابلو قابل شما رو نداره، ما اینو 1,000,000 تومان در نظر گرفتیم. ببخشید خانم. بفرمایید. پیکاسو میفروشی؟ عذر میخوام متوجه منظورتون نشدم. عرض کنم پیکاسو میفروشین 1,000,000 تومان؟ نه خیر، اینجا گالری رویاست،
این کارا رو هم که می‌بینین کارهای آقای آذر هستن. پس آقای آذر پیکاسو هستن. چون مدیر برنامه‌ای پیکاسو هستین یا کارشناس آثار هنری؟ والا کارشناس آثار هنری هم که باشم اثر هنری نمی‌بینم که بخوام کارشناسی کنم. واقعا این تابلو 1,000,000 تومان شما آزادید. فکر نکنم قیمت این تابلو با گالری دیگه و تابلوهای تو این سبک خیلی فرق داشته باشه که تو همچین موقعیتی واسادین دارین واسه یه قرون دوزار میکنی. اگه ادعای فرهنگ و هنر شما فکر میکنم گوشی 3,000,000 و کارت بانکی بابا جون و لباسای مارکدار و دانشگاه پولی خیلی روتون تاثیر گذاشته که 1,000,000 تومان و یه قرون دوزار میدید. درسته ارزش پول ما کم شده اما هنوزم 1,000,000 خیلی پوله. شما یه تومن به من بده ببین برای چی کارش میکنم. وقتی هنر رو از گود بیرون کنن بایدم ریز نقشان طلب میدان کنند. آفرین آفرین، خوش به حال ما با اون دانشگاهمون و این دانشجوهاش. آقای محترم خواهش میکنم، شما دارین علکی جو اینجا رو به هم میزنین. اینجا گالریه، نه بنگاه معاملاتیه، نه بازار دستفروشا، نه بانک. اینم از طرز برخوردشون. آقای مهران شما یه چیزی بگو. ای بابا، مثل اینکه یه چیزی هم بدهکار شدی. خواهش میکنم، منم فکر نمیکنم اینجا جای این بحثا باشه. بحثی نیست خانوم، داریم نقد میکنیم. این نقاشی ها عالی هن. شما شغلتون چیه؟ من که واقعا از دیدنشون لذت بردم. دیبا هستم، مدیر استدیو عکاسی دیوانگار. خوشبختم. عجب حوصله‌ای داریم. لذت بخشن. دیگه این دعواها واسه چیه؟ واسه خودنمایی. ببینید خانم، مسئله اصلا ارزش 1,000,000 تومان پول نیست. موضوع اینه که این تابلو انقدر نمیارزه. آخه کشیدن یه سری اتودای کلیشه‌ای و عوض کردن 4 تا فرم یا نمیدونم یه مش تاش تصادفی و ناقص، بازی با رنگ که تازه اصلا در رنگ نمیارزه. به به، چی شده؟ نظرت چیه؟ عالیه. این چیه بهنام؟ چه حس خوبی به هم میده. کدوم؟ این خرمایه کشیدم تا تلخی این غروب رو باعث شیرین کنه. شما از چی این تابلو خوشتون اومده؟ خب به هر حال نظر شخصی شماست. آقای مهران از اساتید رشته گرافیک هستم. ما عادت کردیم نظرات شخصیمونو به هم غالب کنیم. خانم انتقاد پذیر باشید یکم. کدوم انتقاد؟ ببخشید، اگر انتقاد به 4 تا نیشکنایی زدن و توهین کردن، خب همه منتقد میشن. که البته ظاهرا کم هم نیست. خداحافظ. آروم باشید. شما ول کنید. آقا شما تو بحث ما شرکت نمی کنید؟ مطمئن باشید اگه خانومم معطلم نکرده بود تا از آرشگاه کناری بیاد بیرون، هیچ وقت بازدید از هیچ گالری رو به خوردن یه فنجون قهوه تو دفتر کارم ترجیح نمیدادم. من تحصیلاتمو تو سوربن گذروندم. 20 سالم هست که هم تدریس میکنم هم نقاشی میکشم. ولی متاسفانه امروزه چیزی جز کارهایی که عملا تهدید هنری محسوب میشن نمیبینم. هر کسی 4 تا خط میکشه یه رنگم روش، اسم کارشو میذاره اثر خاص، اسم سبکشو سبک خاص و اسم خودشو خالق اثر خاص. متاسفم واقعا. خانم اصلا خود آقای آذر نمیاد؟ فکر کنم اگر بیان بتونن در حضور وکیلشون صحبت کنن. آقا بفرمایید بیرون لطفا، شورشو در آوردن. یه بفرمایید بیرون. بریم آقای مهران، بریم که دیگه اینجا جمع نیست. بفرمایید بیرون. Thank you.
آقا جون از این مدار رنگ‌رنگی‌ها که درشته باشه منم می‌خوام بدم. آره عرض کردم شما نمی‌تونید جای کسی درخواست مجوز بدید. حتما باید خودشون تشریف بیارن. می‌خوای چیکار بکنم؟ بعداً واسه تو چیزی دیگه می‌گیرم. اون آقا گالری نقاشی نقاشی هر سنم پیکاسو می‌فروشه تو من چیکار کردم؟ آقای آذر فکر کردم مستر استرایک هیچ وقت واسه تو اون کوچه تیچ کوچه تیچ آقا آقا پاسپورت مازیار هست هنگش عرب عرب چی 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 سایه من میخوام باهات حرف بزنم. چه عجب، شما روزتون رو شکستین. آقای آذر کجا هستن؟ دارن میان الان. خانوم شما وکیل ایشون هستین؟ خودشون نمیان؟ چرا؟ دارن میان خودشون. سایه من یه تصمیمی گرفتم. تصمیم گرفتی منو دق بدی. آدم اینقدر خودخواه، اینقدر بی‌مسئولیت. این بهنام بود تو نمایشگاه یا مجسمه؟ این تو بودی بهنام؟ مگه تو این همه واسه افتتاح اینجا زحمت نکشیدی؟ پس چرا گذاشتی خرابش کنن؟ مگه تو واسه این نقاشی‌ها این همه زحمت نکشیدی؟ پس چرا بلند نشدی از کارا دفاع کنی؟ اصلا مگه تو مرد من نیستی؟ چون من یک کورم. ترسیدی بهنام، ترسیدی. خستم کردی هم تو رو هم رویا رو. من دیگه نقاشی نمیکشم. من با یه کور ازدواج نکردم.